بینندای عزیز با درود و سلام. حزب الله اعلان کرد که مرحله تصاعدی جنگ آغاز می شود و این البته در صورتی است که دو سازمان سیاسی و نظامی که حزب الله و حماس باشد رهبران خود از دست دادند، مگر ماشین جنگی سر جایش است. مرحله تصاعدی جنگ چگونه خواهد بود؟ تا حال چی گپ بود؟ شاید ما دمی آخر هفته است، در اوایل هفته معلوم شود. خب اسرائیل به ترتیب در یک ماه اخیر دو اسطوره جنگی را علی خودش خلق کرد. اسطوره جنگی دو چهره که بعد از مرگ خود علی اسرائیل زندگی می کنند. یا مثلا اگر و شکل یاد بود باشه یا آرامگاه یا قبر داشته باشند یا نداشته باشند. این دو اسطوره سید حسن نصرالله و یحیی سنوار علیه اسرائیل خلق شد. بر چی؟ به خاطر اینکه جنگ آخر الزمانی پیش بره. شخصا از نظر فلسفی و از نظر فلسفی تاریخ من همین اقدار دارم شخص خودم. خب حالا سر تعیین جانشینی برای یحیی سنوار یک بحث، یک نبرد در جریان است که بعدا ما به این در یک گفتگو اختصاصی بخش پژوهش سرش صحبت میکنیم. خب یحیی سنوار بسیار به سادگی به کام مرگ رفت و بدون ترس. کسی میگفت که در غار خود پت میکنه، کسی میگفت که غیر نظامیان خود سپر میسازه و کسی هر چیز میگفت. اسرائیل خود تمام تبلیغاتش بسیار ساده اتفاق افتاد. ارتش اسرائیل در منطقه رفح میبینه که 5 تن از نفرات مسلح حماس در این طرف میرن، در این خانه در این خانه، دفتن به تانک دستور داده میشه که آتش کن، با تانک بزن. با تانک ها میزنن، 4 نفرش کشته میشه. یک نفرش در یک خانه میره کمی جایی که یحیی سنوار است. کس نمیفهمه که یحیی سنوار است. بعد از او ارتش اسرائیل به طرف کسی که زنده مانده در طبقه دوم، یحیی سنوار، که تا او وقت هم نمیفهمن که یحیی سنوار است. یعنی کی فکر کنه یحیی سنواری که از بایدن گرفته تا کل اروپا و از هر روز نامش سر زبان نتانیاهو گالانت است، اینجا چی کنه؟ چی میکنه؟ به وسیله یک موشک دوش پرتاب RPG سرش فایر میکنه که هر کس که است اگر زنده مانده باشه بکشه میشه. موشک انفجاری شانه پرتاب هم استعمال کردن، یحیی سنوار کشته نشده بود. بعد از او ارتش اسرائیل یک پهپاد نو FPV را روان کرد، به شکل پرنده کوچک میره رفت. در فیلم هم شما دیده باشین، در آخرین لحظه ما دیدیم که یحیی سنوار اصلا دستش، یک قسمتش دستش کاملا متلاشی شده تا تو ایچی زده بودن RPG. سنگ جمع میکرد، چوب و پهپاد ضربه زد. بعد از او 15 دقیقه بعد یک تکتیر انداز ارتش اسرائیل آمد و در حالی که یحیی سنوار دیگه او چیز پوشش در صورت خود نداشت، با پهپاد همچنان میگه درگیری داشت و سرش شلیک کرد. اگر می فهمید که سنوار است و سر شلیک نمی کرد، او نفهمیده بود. بعد از او وقتی که این موضوع آنه در زخم گلوله که در تصاویر دیده می شد، خب خلاصه یادم تا آخر جنگید، هرگز یعنی تن به ذلت نداد و مرگ از یادم بسیار سمبولیک بود. زخم خود که از سیم بسته کرده بود تا این قسمت، تا خون ریزی قطع شد، چرا این قسمت دستش از بین رفته بود ادامه میداد. بله این یک چیز نمادین بود
تاریخ نمیتونه چیزها رو میاره. رسانه های عبری میگن کال حماس بعد از سنوار و حزب الله پس از نصر الله اینا خو باقی سنیا چطور کنه؟ فرد رفته، یعنی یک فرد یک چهره هست شده، ماشین جنگی با تمام میراث خو باقی است در میدان، اردو اسطوره خواهند شد. این رسانه های عبری میگه، دقیق میگه. سوالی است که اسرائیل در دوران بعد از اینا چی میکنه؟ حالا ای خب میگه که ناتانیاهو جنگ دوام میتونه. خب ناتانیاهو مگه جنگ دوام نده؟ طرف مقابل جنگ دوام میده. منابع عبری زبان از حمله موشکی از لبنان به خلیج حیفا در اراضی اشغالی امروز خبر داد. خلیج حیفا را و بندر حیفا را زده میرد. چرا ما بیشتر گفتیم که حزب الله از یک مرحله جدید جنگ سخن گفته، جزئیاتش نگفتن، گفته که در آینده شما با خبر میشن. دم نقد امروز 15 موشک از لبنان به طرف حیفا شلیک شد و یک انفجار اتوبوس در اورشلیم چندین نظامی را کشته و زخمی کرده. خبرنگار بی بی سی در بیروت میگفت که ترور یحیی سنوار اونجا چیزی که در بیروت دیده و چشم خود میگه، ما که دیدم ترور یحیی سنوار اما جریان های مقاومت متحدتر از قبل خواهد کرد. 7 اکتبر مقاومت یک جبهه واحد جور کرد. افکار عمومی حال به حمایت از حماس است و تعداد افرادی که به حماس می پیوندند به سابقه است. بله، اسرائیل به نوبه خود به کشته شدن 5 نفر از واحد شناسایی تیپ جولانی در جنوب لبنان اعتراف کرد. کم کم قطره چکانی میکنن، تلفات بسیار سنگین است. زیاد که میباشه فقط از 4 تا 5 میگن، زیاد نمیگن که انفجار ذهنی به وجود میاره. این اتفاق شب گذشته در منطقه قوزه پیش آمده. یک گشت گولانی اسرائیل با اساس اطلاعات دریافتی و یک وارد یک ساختمان میشه، بعد از اینکه نیروها از قبل در ساختمان خود جا و جا کرده بودن، 4 رزمنده حزب الله به اونا چی میکنه؟ کمین میزنه از فاصله 0. 5 نفر در دم کشته میشه، تعداد زیاد زخمی میگه بر جا میمونه. اما طور که گفتم حزب الله گذار از مرحله جدید جنگ اعلام کرد. به نظر شما گذار از مرحله جدید جنگ چی است؟ همین برداشت خودم ایست که یکی خود جنگ زمینی است، دیگه ای که استعمال سلاح های جدید بر اهداف جدید است. اینی برداشت ما است، مرحله جدید جنگ. با ببینیم چی میشه شد، تا چه اندازه حدس ما درست است. گفته که در روزهای آینده به این مسئله پرداخته میشه. به اساس بیانیه اتاق عملیات حزب الله، 20 تانک مرکاوا، 4 بلدوزر نظامی، 1 خودروی زرهی و 1 نفربر منهدم شده و 2 پهپاد از نوع هارمز 450 سرنگون شدن. یعنی از زمانی که جنگ زمینی شروع شده 20 تانک مرکاوا در این مدت 1 ماه خیلی زیاد است. هر تانک مرکاوا $3 میلیون قیمت شد. خب حال خوب، سر خزانه امریکا بر از اینا باز است. ای آمار شامل خساراتی که مثلا در پایگاه ها و موازه نظامی شده نیست، غیر از او ای زایات است. مجموع خسارات اسرائیل 55 کشته، البته به حواله حزب الله 500 زخمی. عمر ابو لیلا یک کسی است که خبرهای دقیق میته، گفته که عباس محمد سلامه معروف به ابوالفضل یکی از رهبرهای برجسته حزب الله هم کشته شده در حمله هوایی. بیانیه اتاق عملیات حزب الله را که بیشتر یادآور شده گفته که از زمان آغاز عملیات زمینی ارتش 5 لشکر نظامی متشکل از 70,000 افسر و سرباز و همراه صدها تانک و خودرو زرهی در جبهه جنگ با حزب الله مستقر است. 70,000 نفر
البته اطلاعاتی است که حزب الله داده. یادمون را که اطلاعاتی که حزب الله داخل ارتش اسرائیل میتد دقیق است. ایره خود اسرائیلی هم میفهمه که اشراف اطلاعاتی از اونو زیاد است. در امی حال صدها تن از مقاومتی ها برای مقابله با هر گونه تهاجم زمینی مرتب به طرف جنوب لبنان در حرکت هستند. اما قطعات زمینی دیده شود چی میشه؟ نتانیاهو گفت خب عملیات نظامی در نوار غزه با حذف یحیی سنوار پایان نخواهد یافت تا زمان آزادی گروگان ها. نتانیاهو اشتباه قبلی را با اشتباه فعلی تکمیل کرد. با عملیات نظامی گروگان ها آزاد نمیشن. این همه برش میگن. اما او دومی توهم است. یحیی سنوار کشته شد. اما اهداف اساسی نتانیاهو که عبارت از نابودی ماشین جنگی حماس باشه و آزادی گروگانا باشه حاصل نشده. فرد از بین میره، جنگ، میدان، میراث در جایش باقی است. خب چه فایده؟ در دنبال فایده نیست دیگه، حالا به حساب کل سراسر در نقص است. حماس دیگه در نوار غزه از نظر اسرائیلی حکومت نخواهد کرد. حالا خود بحث حکومت نیست، ببینیم چه رقم چی میشه. خب البته نتانیاهو از انحلال سنوار، از کشته شدن سنوار به عنوان آغاز آخرین روز جنبش رادیکال شمرده. خب اگر اینطور باشه، خب رهبرای قبلی حماس مرتب نوبت به نوبت کشته شده، شیخ یاسین، رنتیسی، دیگر دیگر، پس چرا جنگ سر شما زیاد شد؟ ایره دیگه کسی باش که کس خود نتانیاهو پرسان کنه. نتانیاهو میگه که اسرائیل زندگی رفس خواد کرد و او دست از رادیکال هایی را که گروگان ها را آزاد میکنن تسلیم میکنن رها میکنن. میگه اگر شما تسلیم شوی گروگان ها، ما شما را رها بیخی در دیگر خط میره. امریکا مرگ سنوار یک فرصت برای انعقاد توافقنامه بین اسرائیل و حماس میدانه، که البته یک به نظر میرسه که مشکل است در درون حماس یک بحران یا انقطاب ایجاد خواهد کرد. چرا؟ یک دفتر دارن اینا در قطر تحت نظارت امریکایی است. اونجا خب برحالی رو بحث میکنیم پس آنتر. قضیه اصلا قضیه سر خالد مشعل است. یعنی به اصطلاح خالد مشعل آنتیتز اینها است، آنتیتز مقاومت، رئیس جدید به اصطلاح اینطور میگن. هم بایدن اشاره کرده به و هم اسرائیلی ها خوش هستن و هم قطری ها. خالد مشله تکراری یعنی جوانتر محمود عباس هست که ما او رو در برابرگذاری شرح اوضاع مقایسه بین افغانستان و فلسطین که گفتیم دکتر عبدالله به اصطلاح حماس است. دفتر نشین هم تو قرار بیمش. خب اینال یادن از در زمان شروع جنگ داخلی سوریه یک مشکل داره ای. از معترضانی که او زمان ارتش آزادی بخش سوریه بودن که آل هیئت تحریر شام است حمایت کرده بود و ضد بشار اسد موضع گیری های تندی کرده بود. مشعل در سوریه با پول قطر یک فرقه نظامی تحت عنوان تیپ احفاد الرسول تشکیل داده بود که باید علی ارتش و دولت سوریه چی میکرد؟ می جنگید. این که مشکل داره. من تصور میکنم که بر سر جانشینی سنوار گپا زیاد است. خب مشعل دارای تفکرات سلفیگری هم است، زیادتر به ترکیه نزدیک است، با قطر، با امریکا این یک چیز است و ببینیم چی میشه. سرلشکر آموس یادلین رئیس سابق
اطلاعات نظامی اسرائیل میگه که ازبلا از قوی ترین ارتش های خاور میانه و از ارتش های اروپایی مجهزتر است. در این سرحد معلوم شد که اینا در این جنگ چه رقم میکرد از اینا پیش میبینند. برای شگفتی مقامات سیاسی و نظامی اسرائیل از قدرت نظامی و اطلاعاتی ازبلا کاملا سر جایش است. چرا؟ سرلشکر آموس میگه که اطلاعات دیوانه کننده است. حزب الله به طور چشمگیری حجم آتش خود اضافه میکنند. ولی پیشتر گفتم که از مرحله جدید مثلا رادیکالیزه شدن جنگ سخن گفته. عملیات اینها مطابق گفته سرلشکر آموز علیه تیپ گولانی کاملا حرفه‌ای بود. حزب الله اشراف اطلاعاتی کامل دارد. ما میگه توانایی نابودی این سازمان و این ماشین جنگی نداره. علاوه او دولت متهم ساخته که آمار تلفات و مجروحین جنگ بسیار کم دستکاری میکنه، بسیار اندک نشان میده و این کاملا نادرست است.